خوش آمد دوست عزیز. ادامه برنامه خواب گفتگو است و طوری که با شما گفتم هیجان برگشت. فوتبال لیگ برتر افغانستان بنیاد رحمانی که در لمر مسابقاتش به گونه زنده از ساعت 5:30 تا 8 شب نشر میشه و ما بسیار دوستای عزیز را دعوت کردیم که قیصری بقیه صحبت ها را با شما خواهد داشت. سلام حفیظ جان به شما، همکاران گرامی، شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی و علاقه‌مندان خواب گفتگو. 5 تا از ستاره های فوتبال افغانستان، کپتان های تیم های حاضر در رقابت های لیگ برتر کجا هستند، معرفی میکنیم این 5 ستاره حاضر در برنامه قاب گفتگو و حاضر در رقابت های فصل هفتم لیگ برتر افغانستان. بنیاد رحمانی به نمایندگی از بازیکنان رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور اینجا هستند. عبدالقدیر توانا، کپتان سیمرغ البرز. سیمرغ البرز. چهارشنبه مسابقه داشت مقابل جمیل نصیری، کپتان با سابقه عباسین سپی که بازی نخست خودش را هم مقابل دسمیل عباسین عباسین در طول رقابت های لیگ برتر حفیظ جان بردی که مقابل دسمیل قربازان در عباسین سپی کسب کرد دومی پیروزیش بود و این تیم متفاوتی هست بشک. و سعید محمد هاشمی ضرورت به توصیف و تعریف و معرفی نداره، کپتان محبوب شاهین آسمایی و بازیکن تیم ملی فوتبال. شاهین کپتان بلند قامت فوتبال کشور، یکی از خوبهای این سالهای فوتبال کشور، بازیکنی که وقتی در زمین هنر نمایی میکنه هر کسی علاقه مند میشه که فوتبال را تماشا کنه. فیض محمد فیضی، کپتان دمیوند اتلان. اتلان موتال کمان داریم خلاص. سیمرغ البرز. مشتبه خودت، مصطفی خودت چیز نمیگی؟ با پسان میگم. و بریالای محمدزاده، بازیکن خوب، محبوب زون شمال شرق و کپتان تیم فوتبال موج های آبو. موج ها سیمرغ البرز، موج شاهین آسمایی، میوند اتلان. و سه تیمی که نیست هم نامایش باید بگیریم. باز طوفان حریرود دسمین غربازان و اوقابان اندکاش. کلشان موفق باشن. خب قیصری عزیز، هر هشت تیم حاضر در رقابت ها و بازیکنان حاضر در مسابقات فوتبال کشور موفق باشن. اگر اجازه باشه با سعید محمد شروع کنیم. سعید محمد هاشمی عزیز، کپتان شاهین آسمایی، بر صورت در ابتدا گفته میشد که امسال رقابت های لیگ برتر برگزار نخواهد شد. وقتی که خبر برگزاری مسابقات را شنیدید چقدر خوش شدید؟ امسال بسیار مایوس کننده بودم خبر برگزار نشدن مسابقات. اول از او بگم کلگی مایوس شد، خیابان ها ما را میدیدن میگفتن چرا امسال برگزار نشد، و وقتی که خبر از این آمد که مسابقات برگزار میشه بسیار خوش شدیم، بسیار بچه ها انگیزه گرفتن، به خصوص تیم ما که اردوی خارج از کشور رفته بود، بسیار تمرین کرده بود، برای ما بسیار احساس خوشی آمد. و فیض محمد فیضی عزیز، جدیترین حریف شما و رقیب شما در رقابت های سال هفتم دمیوند اتلان، هم سال ششم و هم سال پنجم لیگ برتر نایب قهرمان مسابقات شد و در هر دو مرتبه در فاینال و شاهین آسمایی باخت. در چیز موج لیگ برتر یوازنه شی په ټول افغانستان کې چې د ټول افغانستان فوتبال پر دغه باندې مشتمل دی، موج لیگ برتر دی. بالکل. نو اوس په ولایتو کې فوتبال ستا او نه هغه رقم ترجیح خلک ورته کوي. د ټولې نړۍ فوتبال یا د نشراتو د لارې څخه کېږي یا د تلویزیونو د لارې څخه. زموږ د افغانستان د فوتبال یوازنی مرجع، د تشویق مرجع همدا لیگ برتر و چې خوشبختانه بیا د بنیادی رحمانی د خوا څخه او د طلوع تلویزیون د مشرتابه د افغانستان فوتبال فدراسیون د مشرتابه د لوري څخه دوهم ځل لپاره بیا شروع. جمیل نصیری عزیز، امسال از شاهین رفتی به د عباسین سپی، چقدر فضا متفاوت هست و تیم را امسال چگونه میبینی؟ امسال د تیم عباسین سپه اشتراک کردیم و نسبت به سالهای گذشته یک تیم متفاوت تر را ایجاد کردیم که اکثرا بازیکنهای ما بازیکنان تیم ملی بودن و بازیکنهای تیم ملی 23 سال و تیم ملی 19 سال و 17 سال در اختیار داریم که خود از این بر تمام بازیکنهای ما انگیزه میده، چون بازیکنهای جوان هستند و امسال آمدیم تا از موقف عباسین سپه دفاع کنیم و بتانیم برای اولین بار در جمع چهار تیم و حتی به فاینال مسابقات صعود کنیم. امسال موشای ما به جمع چهار تیم خواهد رفت؟ انشالله ما کوشش میکنیم که تا بتوانیم دو مسابقه که دموری داریم همین یک هزیر انشالله بتوانیم که برنده شیم در چهار تیم انشالله را پیدا میکنیم. انشالله شما موفق باشید. و عبدالقدیر توانا، بازیکن توانمند فوتبال کشور، امسال چند تیم حاضر در رقابت های لیگ برتر اسپانسر شد؟ حمایت مالی از تیم های حاضر در فوتبال کشور فکر میکنید چقدر تاثیر داره در رشد و پیشرفت فوتبال؟
دیگه این سال خوشبختانه یک تشکری خاص از رحمانی صاحب بکنیم. دیگه وکیلا هم پیدا شدن که تیمای مورد نظر خود اسپانسری کنن. سیمرغ البرز هم نایب قهرمان شد نه؟ سیمرغ البرز فصول اول و دوم رقابت‌های لیگ برتر افغانستان نایب قهرمان شد، سال گذشته چهارم شد. چی پلان دارین؟ بیادر پلان تان خود ما رو بگین که چی میکنین؟ سال ما نسبتاً با سالهای قبل بسیار متفاوت آماده ایم که تقریباً 70-75% تیم جوان شده و یک آماده خاص داریم. تیمتان متفاوت شده و اگر یادتان باشه تورنمنت نوروزی جلال آباد سال 94 قهرمان شد. سیمرغ البرز قهرمان شد. این هم از بخش ورزش قاب گفتگو. انشالله لذت برده باشید و انشالله همراهی کنید رقابت لیگ برتر افغانستان بنیاد رحمانی رو فصل هفتم، رقابت هایی که از شبکه جهانی لمر تقدیم شما میشن. دوستان میریم به یک وقفه، بعد از وقفه ما را همراه باشید.